سلام 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 به همه گیمرهای عزیز، خوش اومدین به اپیزود 5 برنامه جویستیک. قبل از اینکه بریم سراغ بخش اول، یه آمار خیلی باحال بهتون بدم. همه ما گیمرها با یه سری صحنه مواجه شدیم که حالا بزرگترامون یا دوستامون بهمون گیر میدادن سر زیاد گیم زدن، ولی یه آمار جدید در اومده که نشون میده قدرت تصمیم گیری گیمرها به مراتب بالاتر از آدمای معمولیه و توی رانندگی، جهتیابی و حتی توی مولتی تاسکینگ هم اونا خیلی بهتر عمل میکنن. پس همیشه گیمر بمونید. خوش اومدیم به برنامه جویستیک. توی باکس چات این هفته میخوایم بریم سراغ 4 تا بازی برتر ما و اول از همه میخوایم بریم سراغ کشتی کچ. از سال 2000 تا امروز کمپانی 2K هر سال سری کشتی کج خودشو منتشر کرده و امسال هم WWE 2K 19 اومده که کاورش هم به یکی از سوپر استارای معروف این رشته ورزشی به اسم AJ استایلز اختصاص داده شده و قراره با کلی بخش مختلف و یک گیم پلی ناب علاقه‌مندای این سری رو حسابی سرگرم کنه. توی این نسخه از کشتی کج بالاخره سازنده های بازی به حرف دل فنا گوش کردن و بازی رو از خیلی ریالیستیک بودن در آوردن و بازی دیگه انگار شبیه سازی واقعی نیست و یه حس سوال آرکید گرفت و باحال‌ترش هم کرده. یه بخش باحالی که داره مای کریره که به شما اجازه میده کاراکتر خودتون انتخاب کنید، حالا مرد یا زن، و به عنوان یه کشتی کجگار آماتور وارد تورنمنت‌ها بشین و داستان خودتون رو بسازین که یه بخش خیلی جذابیه. یکی دیگه از مودهای خیلی باحال کشتی کج مود تاوره که شبیه همون تاور مورتال کامبته و خب کلن گیمرها با اون همیشه حال میکنن. یه بخش جدیدی هم بهش اضافه کردن که چلنجای روزانه و هفتگیه که طرفدارای این بازی قطعا خیلی پیگیرش هم میشن و دو بخش جدیدی به نام گانتلت و استپس هم وارد این بازی شده. این بازی برای پلتفرم‌های PC، Xbox و PS4 عرضه شده. بازی بعدی که رفتیم سراغه شاید بشه گفت یه بازی برای مخاطب خاصه، ولی نحوه روایت داستان و محیط و اتمسفرش خیلی جذابن. بریم یه تریلر ازش ببینیم. بازی مای مموری آف آس ساخته یه استودیوی خوش‌ذوق لهستانیه که روایت دوستی بین یه دختر و پسر تو دنیایی پر از سختی رو روایت میکنه. دنیایی که درگیر درد، وحشت و محرومیت و همه برای بقاشون در حین جنگ جهانی دوم درگیر مبارزه‌ن. گیمپلی بازی به صورت پازل پلتفرمره و پلیر کنترل دوتا خواهر برادر کوچولو رو بر عهده داره و باید اینا رو توی این دنیای سخت و خشن جلو ببره. دنیای بازی یه جوری دیزاین شده که حالت بچگونه داره و لطیفه که خب متضاد تمام اتفاقات جنگ جهانی دومه که خب به نظر من یکی از نکات خیلی خاص بازی هم هست. بازی روی 3 پلتفرم Xbox One، PS4 و PC عرضه شده و قیمتش هم 23 دلاره. اگه شما طرفدار اینجور سبک بازی ها هستین حتما این بازی رو بازی بکنید، چون نحوه روایتش، اتمسفرش و گیم پلیش حتما شما رو جذب میکنه. اکثر گیمرها با اسم اینسامنیاک آشنا هستن، کمپانی که سری محبوب رشتن کلنک، رزیستنس، جدیدتر سانست اووردرایو و آخرین کارشون اسپایدرمن رو بر عهده داشته. این کمپانی قبلا زمان پلی‌استیشن وان یه گیم محبوبی به نام اسپایرو رو ساخته بوده که جدیداً اکتیویژن این گیم رو دوباره بازسازی کرده. بریم تریلر ازش ببینیم. سری اسپایرو برای اولین بار تو سال 1998 منتشر شد و بعد از موفقیتی که داشت نسخه دوم و سوم اونم به بازار اومد و حالا بعد از سالها این سری دوباره بازسازی شده و یه پلتفرم کلاسیک و خوش ساخت رو براتون به ارمغان آورده. این بازی روی دوتا پلتفرم Xbox One و PS4 عرضه شده و اگه طرفدار گیم این مدلی هستید یا کلا دلتون یه فان جدید میخواد، اسپایرو رو از دست ندید. اگه به تکنولوژی VR علاقه داشته باشین حتما با اسم Res Infinite آشنا هستین. توی 2 سال گذشته با فراگیر شدن VR یکی از موفق ترین گیم ها بوده. کمپانی سازنده این بازی Enhanced Games جدیدن یه بازی رو ریلیز کرده که میخوایم با هم بررسیش بکنم.
تتریس افکت رو تو نگاه اول شاید یه بازی ساده و معمولی ببینین که توش فقط باید شکلای مختلف هندسی و با چرخوندن تو صفحه‌ای که در اختیارتون قرار گرفته به درستی و با مهارت بچینین تا امتیاز خودتون رو بیشتر کنین. اما در واقع این بازی با موسیقی و گرافیک نابش شما رو به یه دنیای دیگه میبره. تصور بکنید همون گیمپلی ساده و باحال توی محیط 3D که کلی افکت تصویری، بک‌گراندهای جذاب و موزیک پرحرارت باحال هم توش هست. این بازی به صورت انحصاری بر روی PS4 و تجربه‌ای که VR به شما میده این بازی رو خیلی هم جذاب‌تر میکنه. از دستش ندین. امروز بلک فرایدیه و ما اومدیم جلوی یکی از فروشگاه‌های تخصصی گیم توی کالیفرنیا و می‌خوام یه گزارش در مورد این روز و دیلایی که از براتون بگیم. با ما همراه باشید. So, how was your Black Friday so far? Pretty good. This is the first gaming thing we've bought today for Black Friday, but it was a pretty good deal, so we decided to get it. Cool. Yeah. So I see you got the Xbox One. So is there any particular game you want to play? No, I just got the Black Ops 4 for the One, but I'm going to try it on here and see if there's any difference, and hopefully there is. Did you try the demo of the Black Ops 4? No, because when it first came out, I didn't have all the codes and everything for it. But I pre-ordered it and everything, so as soon as it came out, I started playing it. Nice. Yeah. So is there like any particular game you wanted to get in Black Friday? No, Red Dead Redemption isn't part, I don't like those games. Mm-hmm. I like more of like the shooting type games. So as of right now, there's not any games that are interesting me. Do you play Battlefield as well? I played Battlefield 4 a while ago, wasn't really a big fan of it. It's just not my game style. Okay. So, can you tell us why you like Call of Duty? It's quick. If you die, you revive and you go back again. There's the zombies, and then you can also learn so much from just reviving, going back in. You can try new techniques instead of dying, having to wait 10-15 minutes to get back into a new game. So, are you interested in both campaign and multiplayer, or just multiplayer? I do campaign when I'm looking for a longer version, when I'm trying to learn how to do things, but multiplayer is usually when I get bored and I just want to go mess around. Thank you so much for participating. Yep, no problem. Thank you. What'd you get today? I got Red Dead Redemption and Bendy and the Ink Machine. Nice. Yeah. So, what do you think is going to be the game of the year? Game of the year? I haven't even played it yet, but everybody's saying Red Dead, so we'll see. That might be it. I'm a big Monster Hunter fan. I don't think that would win technically Game of the Year for most people, but that'd be my personal pick at least. Yeah. Yeah. So, which platforms you're playing? Play everything actually, but I primarily on my PS4 and PC. Dabble on the Switch every now and then. I guess Xbox is the one I play the least. Okay. Yeah. So, was there any exclusive PS4 games that you liked so much this year? Oh yeah, plenty. PS4 was pretty strong this year. I mean, Horizon Zero Dawn was great. God of War was fantastic. Spider-Man. Yeah, a lot of great titles. I mean, all three of those were fantastic. طرفدارای کال آف دیوتی میدونن که سری بلک آپس از سال 2010 وارد بازار شدن و چهارمین نسخه یا آخرین نسخهشو کمپانی تریارک ساخته. ما میخوایم توی هنزان این هفته یه خورده در مورد گیم پلیش و مودهای مختلفش حرف بزنیم. خب اومدیم یه دست توی مالتی پلیر معمولیش، همون دث مچ های معمولی از بازی بکنیم که ببینیم کاراکتر جدیدش چجوریه. من ایجکس رو الان برداشتم، میخوره ببینم استایلش چجوریه. خب بریم ببینیم چجوریه. خب کنترلر بازی که دقیقا همون جوریه که همیشه که طرفدارای کال آف دیوتی دوست دارن، جامپ و سر خوردن و استایل شوتینگ هم که خب استایل همون بلک آپسه.
همین اولی کار ما رو زدن. یه دور دیگه تلاشمون رو بکنیم. من خودم به این مپش هنوز آشناییت به اون صورت ندارم، ولی تلاش میکنم چند نفری رو بزنم اگه بشه. نمیدونم شما دوست دارین این کارو یا نه، ولی من کلن خیلی دوست دارم نایف بکنم. خیلی هم حالا دیگه که نایف کردم آخیش، کلن این تو دل من مونده بود که با نایف کردن کلن یه به دوران کال آف دیوتی بازی کردنم برگردم. خوبه الان راضیم. یه خور شانسی بود ولی خب قابل قبوله دیگه، نایف کردن کلن کار سخت. خب همونجوری که میشد حد زد، سیستم استایل بتل رویالش خیلی شبیه پابجی و فورتنایت، یعنی کسایی که با اون آشنا هستن قطعا خیلی مشکلی با این ندارن. کلن همه بازی های بتل رویال بازی از بالا شروع میشه و شما توی مپ خیلی بزرگ این آپشن رو دارین که جایی که خودتون دلتون میخواد یا دوست دارین با تیمتون فرود بیاین با اونا میایین پایین، و اول کارم همیشه دست خالی این باید سعی کنید به این تفنگ پیدا کنید و کلن مهمات برای خودتون دست و پا کنید. اگه کسی خیلی واقعا هنوز هست که آشنایی با این ژانر نداشته باشه، بتل رویال هر دفعه 100 نفر 100 تا پلیر وارد یه مپ میشن، یه مپ خیلی بزرگ، و بعد از یه مدت کوتاهی این چند نفر که همه کسایی که تو بازی هستن باید شروع کنن به نزدیک شدن به مرکز مپ بازی، چون هدف اینه که این 100 نفر هی کمتر و کمتر بشن که عده‌ای که موندن سر نفر اول شدن با هم رقابت بکنن، که یه میکسی از همون کامبت و سروایو کردن و ایناه. من هنوز تفنگ تو بازی ندارم که خب این بدی است. من الان سعی میکنم با همتیمین برم که یکی داره از همین الان ما رو میزنه. آخ بازه من اگه کسی نیاد من رو ریوایوش بکنم. اومدم کمک بکنم که من آزد نیست که این راند رو خوب نبودیم. You give us the fire, we'll give them hell. Let's tango. من خودم همیشه کنجکاو میشم که برم استورای بازی‌ها رو ببینم که ببینم این به قول معروف این اپ پرچز داخل بازی که خرید و فروش داخل بازی چیا توش میذارن. توی بلک مارکت بلک آپس 4 چیزی که خب خیلی قابل پیش بینی بود قضیه کاستومیزیشنه، که خب لباسای مختلف داره و یه سری لباسا هم خب ریر و یه سری لباسا هم لژندری ان. مثلا لباسای لژندری نزدیک 900 تا سکه داخل بازی پولشه که کسی بخواد بازی سکه بخره از $2 سکه براش دارن تا $100، که خب $100 دور و بر 13000 سکه داخل بازیه، که خب کسی که دلش بخواد واقعا یونیک باشه شاید از این پولا هم بده. چیزای دیگه هم خب استیکران و یه سری هم جستچر، مثلا این جستچر سلفی گرفتن چیزی که من قبلا تو کال آف دیوتی ندیده بودم، خب این چیزی که جدیدن اضافه کردن. درسته که بلک آپس 4 سینگل پلیئر نداره، ولی فکر کنم تمام قابلیت‌های مالتی پلیئری که طرفدارای کال آف دیوتی دوست داشته باشن رو داره، و از اون برم کسایی که با فرست پرسن شوتر این مدلی حال می‌کنن قطعاً گیم باحالی میتونه باشه براشون. کال آف دیوتی مثل همیشه روی سه تا پلتفرم اصلی که پی سی و ایکس باکس وان و پی اس 4 عرضه شده به قیمت $60، و اگه طرفدار کال آف دیوتی هستین از دستش ندین. توی نوستالژی این هفته میریم به سال 94 میلادی، سالی که یکی از مهمترین کنسولهای تاریخ با استفاده از تکنولوژی CD انقلاب بزرگی تو دنیای گیم به وجود آورد.
شرکت سگا تو دسامبر سال 1994 یک کنسول جدید به اسم سگا ساترن منتشر کرد که بازیای اون با سی دی اجرا میشد. اما یه ابر شرکت دیگه برای اولین بار به عرصه ساخت کنسول پا گذاشت و اونم سونی بود که کنسول پلی استیشن رو در تاریخی مشابه به بازار عرضه کرد، البته با قیمتی کمتر و ویژگی‌های ناب. علاوه بر اینکه پلی استیشن $100 کنسولش رو ارزان‌تر می‌فروخت، اونا کنترلر جدیدی هم دیزاین کردن. کنترلری که دوتا جویستیک روش داشت و کمک می‌کرد که کاراکتر رو بهتر کنترل بکنی، که خب خیلی کمک کرده بود به بهتر شدن گیم پلی. یه نکته خیلی مهم دیگه هم مموری کارت‌های پلی استیشن بود که به شما اجازه میداد بتونید بازی یا مرحله خودتون رو سیو بکنید و بقیه‌اشو بعداً برید، که خب همه اینا تکنولوژی‌های جدیدی بودن. یکی از دلایل اصلی که پلی استیشن اینقدر محبوب شد و اینقدر پیشرفت کرد کمک کردنش به گیم دیولپرها بود و کلاً ساختن بازی هم براش راحت‌تر بود و هم خیلی ساپورت بیشتری شده بود. کمپانی‌های بزرگی مثل اسکوئر اینیکس، مثل کونامی، همه اینا شروع کردن برای پلی استیشن بازی ساختن و همین باعث شد که کلی طرفدار بیشتری پیدا کنه. همه اینا دلایلی بود که پلی استیشن قدم اولو خیلی محکم برداره و سال‌های سال یکی از کنسول‌های اصلی دنیای بازی باشه. با حضور تکنولوژی CD و همینطور حمایتی که بازی‌سازا از کنسول پلی استیشن کردن، کلی گیم خوب جدید وارد بازار شد. گیم‌هایی مثل گراند توریزمو که ژانر ریسینگ رو خیلی پیشرفت داد. گیم‌هایی مثل فاینال فانتزی ورژن‌های جدیدشون روی پلی استیشن اومد که طرفدارای ژاپنیز RPG یا همون JRPG کلی عاشق این ژانر شدن. گیم‌هایی مثل وینینگ 11 که فوتبالی بودن که اون زمان با گیم پلی خیلی بهتر وارد بازار شدن. وینینگ 11ی که الان اسمش پرو اِوولوشن ساکر یا همون PESه. از ژانر فایتینگ هم نباید بگذریم که گیم تکن یکی از مهمترین گیم‌های فایتینگ تاریخه و اولین بار کارش رو از همین کنسول پلی استیشن شروع کرد. توی بازی ایرانی این هفته رفتیم سراغ بازی که هم باحال و پر انرژیه و از اون برم قدرت و سرعت عمل بالایی هم از شما میخواد. بریم یه تریلر ازش ببینیم. تا حالا به افکار خودتون توجه کردین؟ به نظرتون تو سر آدم ها چه خبره و چی میگذره؟ اگه اینا سوالاییه که ذهن شما رو به خودش مشغول کرده، پس بازی کلیمنس میتونه یه انتخاب خوب، بامزه و البته خوشمزه براتون باشه. شاید گیمرای ایرانی اسم استودیوی لکسی به گوششون خورده باشه. استودیویی که مسئول ساخت بازی دارک وینگز بوده و اونو توی دو تا اپیزود منتشر کرده. بازی آخرشون کلیموسه که یه بازی فان و باحاله. ایده بازی در مورد افکار انسانه و گیم پلی بازی همین قضیه رو پوشش میده. شما با یه سری کاراکتر درگیر میشین که اینا ذهن پریشونی دارن و باید از طریق گیم پلی بازی ذهن اینا رو خالی یا به قولی آزاد بکنید. چالش‌های بازی هم به مرور هی سخت‌تر میشن که میتونن کلی تایم باحال برای شما داشته باشن. بازی برای گوشه هوشمند عرضه شده. توی بخش جنریتور این هفته میخوایم شما رو با یکی از کمپانی‌های مهم دنیای گیم بیشتر آشنا بکنیم. کمپانی که از سالها قبل کلی فعال بوده و توی این چند سال اخیر هم گیم‌های باحال رو وارد دنیای بازی کرده. کمپانی رمدی کار خودش رو از سال 1995 و تو کشور فنلاند شروع کرد. تو سال اول فعالیتشون اونا تمرکزشون رو بیشتر روی ساخت بازی برای PC گذاشته بودن و سبک مورد علاقه‌شون هم ریسینگ. اولین بازی این شرکت دسرالی بود که یه بازی پر از خلاقیت و هیجان بودش. شاید آیکونیک ترین گیمی که این کمپانی ساخته همین مکس پین باشه. گیمی که برای ما ایرانیان خیلی خاطر انگیزه. مکس پین اولین بار تو سال 2001 و به نویسندگی سم لیک وارد بازار میشه. داستان بازی در مورد خود شخص مکسه که میخواد سعی بکنه معمای قتل همسر و دخترش رو حل بکنه. در مورد داستانش گفتیم، در مورد گیم پلیش، شاید مهمترین دلیل معروف بودن و محبوب بودن این بازی المان‌های جدید گیم پلیشون بوده که خب آیکونیک ترینش همون اسلو موشن کردن اکشنه
و خب اگه یادتون باشه مکس پین میتونست از دو تا کولت استفاده بکنه و اون لحظه‌ای که تو میتونستی بپری صحنه رو اسلو موشن بکنی و خب تیر بزنی یه چیزیه که تو ذهن همه مونده. یه نکته باحال دیگه هم بهتون بگم، صورت مکس برگرفته از صورت خود سم لیک نویسنده اصلی بازی. بعد از موفقیت استدیو رمدی، این شرکت نزدیک به 7 سال بازی رو منتشر نکرد و سخت مشغول ساخت یه عنوان انحصاری برای ایکس باکس 360 بود و در نهایت پروژه آلن ویک شکل گرفت و معرفی شد. گیم بعدی که این کمپانی رفت سراغ ساختش آلن ویک، گیمی که کاراکتر اصلیش هم دقیقاً همین اسمو داره. داستان بازی در مورد یه نویسنده روانپریشه که به همراه همسرش به سفر میرن و هدف این سفر هم برگردوندن حس و حال نویسندگی برای آلنه که خب به خاطر ذهن درگیری که داره اتفاقات عجیب غریب برش زیاد میفته. من خودم به شخصه یه چیزی که در مورد این بازی خیلی دوست داشتم حس و حال قاطی شدن سینمایی بودن بازی و دنیای روانشناسیه که یه مخلوط خیلی جالبی از اینا درآوردن. گیم پلی بازی تمرکزش روی نوره، یعنی که سلاح شما بیشتر موقع چراغ قوه است یا بعداً چیزایی هستن یعنی که اینو آپگرید میکنه و خب انمیای بازی هم دقیقاً بر همین معیار دیزاین شدن. آلن ویک برای ایکس باکس 360 و پی سی عرضه شده بود. آخرین گیمی که این کمپانی به بازار داده اسمش کوانتوم بریکه، گیمی که روی پلتفرم‌های پی سی و ایکس باکس وان عرضه شده ولی اونقدری که باید و شاید نه به اندازه‌ی پروژه قبلیشون کیفیت کار بالا بود نه اونقدری منتقدا رو راضی کرده. یه نکته خوبش هم اینه که بازیگرایی که برای این نقش‌ها استفاده کردن بازیگرای درجه یکن. مثلا یکیشون کاراکتر لیدل فینگر گیم آف ترونزه که خب اگه طرفدار گیم آف ترونز باشین با اون کاراکتر هم دوست داشته باشین قطعا باهاش حال میکنین. دو سال 2019 قرار آخرین پروژه رمدی به اسم کنترل منتشر بشه. بازیکن تو این بازی قدرت‌های ویژه‌ای مثل جابجا کردن اشیا با ذهنشو در اختیار داره و مثل همیشه تفنگم پای ثابت بازیای این استدیوه. به گفته یه سازنده ها این بازی قراره که روند غیر خطی و نسبت به بازیای قبلی اونا داشته باشه و بازیکن‌ها حق انتخاب بیشتری رو در طول مراحل بازی خواهند داشت. خب به پایان اپیزود 5 رسیدیم. یادتون باشه برای شرکت تو مسابقه گیم استوارز خیلی وقتی نمونده. یه چیز باحال، ما نظر یه سری سلبریتی و آرتیست گیمر هم در مورد انتخاب سه بازی برتر سال پرسیدیم که به مرور تو پیج اینستامون جوی سی تی وی شو پست می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر به پیج ما سر بزنید. ما تو برنامه جویستیک دلمون میخواد که ارتباط نزدیکتر با بیننده‌هامون داشته باشیم. موقعی که شما دارین گیم‌های روز دنیا مثل Red Dead, فیفا, Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, Spider-Man و و و گیم‌های روز دنیا رو بازی می‌کنید، از تیکه‌های باحال گیم‌پلی‌اش برای ما ویدیو کپچر بکنید و به پیج ما بفرستید. ما برتریناشو انتخاب می‌کنیم و با آیدی خودتون تو برنامه پخش می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر به پیج اینستای ما سر بزنید. منتظر ویدیوهای باحالتون هستیم. تا هفته بعد، خداحافظ.